زمانی که با همش تهدید می شدیم که بچه رو از شما می گیریم، ما در نهایت مجبور شدیم که کشورمون رو ترک بکنیم و ما دوست نداشتیم که کشورمون رو ترک بکنیم، ولی مجبور شدیم، چاره دیگه ای نبود. یه روز گرم خیلی تابستونی ساعت 6 و نیم صبح بود که دیدیم در رو می زنن. من فکر کردم که حالا مأمور پستی، برق، آبی چیزیه، ولی یه دفعه 12 نفر وارد خونه شدن و من خیلی نگران بچه‌ام بودم و ازشون خواهش کردم که اجازه بدن کسی رو پیدا کنم که بتونن بچه‌ام رو بهشون بسپارم، ولی قبول نکردن. توی اتاق بازجویی بودیم، همون جوری که مثل توی فیلم‌ها هستش، یه اتاق آینه شیشه‌ای بود که اون طرفش معلوم نبود و یه پروژکتوری که توی صورتم بود و یه فرمی جلوی من گذاشت و گفت که بنویس اسم کسایی که توی کلیسای شما بودن، کیا بودن، چی کار می‌کردین. بعد خب منم اسم یه سری از اسامی رو که قبلا می‌دونستم که کسایی بودن از کشور خارج شده بودن. نگران بودم و همش دعا میکردم و میگفتم که خدایا، عیسی مسیح، تو این بچه رو به من دادی و تو خودت این بچه رو برای من محافظت کن و این بچه رو به من برگردون.